به نام داننده رازها رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما عزیزان. دوستان کاوشگر، اگر به دنبال هدف هستید، برای رسیدن به هدف بایستی یک سری دوره‌های آموزشی رو شما طی بکنید و این دوره آموزشی مهمترینش این هست که شما اون مکان هدف رو به راحتی بتونید پیدا بکنید. برای پیدا کردن اون محیط شما احتیاج دارید به یک سری از معلومات. اون معلومات رو به صورت بسیار کوتاه، مفید و مختصر عرض میکنم خدمتون. یکی از اونها دوستان گرامی محسوسات هست، مطلب دوم معقولات هست، مکتوبات هست. همه اینها رو به نوعی بایستی تعریف اونها رو بدونیم. محسوسات یعنی اجسام و ابزارها و نقشها برای پیدا کردن اون هدف. میتونه اون نقشها و یا اون اجسام بنا باشه و یا ابنیه‌ها باشه، یا اجسامی مثل خدمتون عرض بشه که شکل حیوانات. اما در رابطه با معقولات، معقولات یکی از موارد بسیار مهمی هست که یک کاوشگر بایستی بدونه. معقولات یعنی اطلاعات صحیح بدون خیال پردازی، دسترسی به اطلاعات بدون رویا پردازی، بدون قلوف کردن و بدون اینکه یک مطلبی رو یک کلاغ 400 کلاغ کردن. به این میگن معقولات، یعنی در حد باور کردن عقل. خدمتون عرض بشه که این معقولات میتونه جمع‌آوری اطلاعات از کتاب‌های علمی باشه، میتونه خوندن مقالات علمی باشه و میتونه بهره‌گیری از یادداشت‌های یک کارشناس باشه. مورد بعدی مکتوبات هست که مکتوبات هم دقیقاً نقل کتاب‌هاست، مجلات، اسناد، قباله‌ها و نسخه های موجود. خدمتون عرض بشه که اگه همه اینها رو ما داشته باشیم، میریم در محیط، محیط رو ارزیابی میکنیم و با توجه به محسوسات، معقولات و مکتوبات همه اینها رو کنار هم میگذاریم تا بدونیم این محیط ما به چه صورتی هست. بعد میرسیم به علائم. خدمتون عرض بشه که در رابطه با علائم، معمولا این علائم ها دوستان بر روی برخی از سنگ ها حکاکی میشه، نقش میبنده. ممکنه اون سنگی که در اون مکان هست سنگ آهکی باشه و بعد از سالها اون سنگ به نوعی در اثر عوامل طبیعی و محیطی و فرسایش و سایر موارد از بین بره و اون شخص دفینه گذار میره یک سنگی رو از یک محیط دیگه میاره اونجا که اون سنگ اون شرایط حکاکی کردن رو داشته باشه که عمر طولانی داشته باشه و سریع در اثر عوامل محیطی و فرسایش و سایر موارد از بین نره، که ما اون رو بهش میگیم سنگ مهمان یا سنگ غریب. علائم معمولا اگه دقت کرده باشید بر روی درخت هم حکاکی نمیشه، فقط بر روی سنگ هایی که بسیار محکم هستن و مقاوم هستن. و این علائم دوستان گرامی گویای یک سری رمزها و رموز و اسرار و سرها هستن
که ما بایستی این اسرار و سرها رو با توجه به کتاب‌های علمی، با توجه به تجربیات و با توجه به نسخه های گنج اونها رو بتونیم رمزگشایی بکنیم. خدمتون عرض میشه که من در اینجا بایستی تعریفی از آثار رو خدمتون عرض بکنم. معنی آثار یعنی مجموعه اشکالی که جهت نمایانسازی مکان خاصی به کار گیره، این رو بهش میگن آثار. خدمتون عرض بشه که معمولاً بعضی از آثار جهت دهنده هستند و مسیر رو مشخص میکنن. پس ابتدا باید به دنبال آثار بود و در گذشته مثل الان که میگن آب آبادانی میاره، همه این آثارها در کنار یک منبع آبی شکل میگرفته. خدمتون عرض بشه که وقتی که افراد یک جانشین میشدن و در کنار یک منبع آبی زندگی میکردن، حالا ممکنه در اثر یک جنگی افراد بخوان از اونجا فرار بکنن یا به نوعی مکان رو تخلیه بکنن و افرادی که یورش بردن به اون مکان، اشیاء ارزشمند رو بخوان از اون مکان بردارن. بردن اون اشیاء ارزشمند، حالا اگر الماس باشه که خب در قطع خیلی در مقیاس کمتری هست، اگر موارد دیگه ای باشه، همه اینها رو بردنشون به شهر و دیار خودشون یک مقدار سخت بوده، اینها رو می بردن در یک مکانی دپو می کردن، تپهی درست می کردن، یا اگر قاری در کوهی بوده، روزنهی بوده که در اون روزنه می تونستن یک سری اشیاء رو در اونجا پنهان بکنن، مطمئنن اون قارتگران این کار رو انجام می دادن و اون اشیاء نفیس رو در یک قاری پنهان میکردن و برای اینکه برن کارشون رو انجام بدن و برگردن و اون اشیاء رو از اون اشیایی که در اونجا مخفی کردن رو مجدداً بردارن، یک سری علائمی رو در اونجا به کار میبرن که میتونه اون علائم حیوانی باشه. خدمتتون عرض بشم یک سری علائم دیگه داریم، مثلا مثل فلش که مسیر دهنده است، مثل اسکلت در روی زمین که میتونه مسیر و جهت باشه، علامت ماه و ستاره که میتونه علامت خطر باشه. لذا اشکالی که نیاکان ما یا بشر بر روی سنگ ها حکاکی میکردن، همه اونها اسراری داره و اگر شما اشکالی رو بر روی سنگ‌ها دیدید، همه اونها مربوط به بار و دفینه نمیتونه باشه. اشکالی میتونه به بار و دفینه ربط داشته باشه که اون مکان نامی باشه و اون معقولات و محسوسات و مکتوبات رو همه رو باید کنار هم قرار بدید تا اون ارتباط پیدا بکنه به بار و دفینه. معمولا مواردی که برای بار و دفینه بر روی سنگ‌ها حکاکی می شدن، حداقل اون ضخامت لازم رو بایستی داشته باشند که معمولا در حد نیم سانت تا یک سانت و یا حتی ممکنه بیشتر هم باشه. خدمتون عرض بشه که بعضی سنگ نگاره ها رو داریم که این سنگ نگاره ها حاوی یک سری مسائل اعتقادی هستند. ما سنگ نگاره های بسیاری رو داریم که بر روی اونها کاس سنگ یا جوغن هست که اونها دقیقاً برمیگرده به آیین و اعتقادات اون قوم یا اون قبیله که ممکنه اون اعتقادات اون قوم و قبیله در ادوار مختلف هم باشه، یعنی میتونه اون جوغن در زمان هخامنشی باشه، در زمان ساسانی باشه، اشکانی باشه، میتونه یک علامت اعتقادی در چندین دوران کاربرد داشته باشه. یا مثلا ما تیر رو داریم که یا پیکان رو داریم که خودش جهت دهنده است. پس هر شکلی که حکاکی ویژه‌ای داره،
اون مربوط به بار و دفینه نمیشه مگر اینکه رمزگشایی بشه. مثلا خوشه گندم نشان برکت هست و یک آیین و اعتقاد هست و این خوشه گندم رو ما نمیتونیم به بار و دفینه رب بدیم و بگیم این خوشه گندم چند تا نمیدونم گندم داره و ما جهتش به این سمت بریم این سمت، نه همچین چیزی نیست. اینها همه به نوعی نشانهایی هستن یا نمادهایی هستن برای نشان دادن اون اعتقاد، اون سنت، اون آیین و رسومشون. ما نمادهای شخصی داریم که یک شخص برای خودش میذاره، نمادهای حکومتی داریم که یک حکومت میاد اون نمادها رو برای خودش میذاره و نمادهای آیینی اعتقادی داریم که همه اینها رو ما بایستی بشناسیم و تشخیص بدیم که کدوم نماد مربوط به بار هست و کدوم نماد مربوط به اعتقادی هست و کدوم نماد نشان قدرت، اقتدار و شکوه و عظمت هست و کدوم نماد هنر و تزئین هست. امیدوارم این مطلب رو در کلیپ‌های آینده بتونیم برای علاقه‌مندان واکاوی بکنیم تا کلاس‌های آموزشی کلاس‌های مفیدی باشه برای شما علاقه‌مندان. لایک و سابسکرایب یادتون نره، با ارسال کامنت هاتون ما رو یاری بفرمایید و اگر علاقه‌مند به این کلاس‌ها هستید که این کلاس‌ها ادامه پیدا بکنه حتما از طریق کامنت بنده رو مطلع بفرمایید. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما، رضا ابراهیمی هستم. حق نگهدار.